اقدام فوری برای اشرف فراخان 50 جمعیت و سازمان فلسطینی به دبیر کل اتحادیه عرب و دبیر کل ملل متحد. حمایت از طرح پارلمان اروپا. استقرار دائم ناظران ملل متحد. لغو محاصره ضد انسانی 35 ماهه. 50 بنیاد و جمعیت و سازمان مدنی و مدافع حقوق بشر از فلسطین در فراخوان به بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد و نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب خواستار اقدام فوری برای اشرف شدند. اشرف از 25 سال پیش محل استقرار 3400 تن اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران بنابر قوانین رسمی بوده است. حکومت عراق یک محاصره ظالمانه و طولانی مدت و یک محاصره پزشکی را همراه با نقض مستمر ابتدایی ترین حقوق ساکنان اشرف تحمیل کرده است. دولت عراق همچنین بنا به دستور رژیم ایران در سال 2009 و آوریل 2011 به ساکنان اشرف حمله کرد که منجر به کشته شدن 47 تن گردید که در میان آنها 8 تن از زنان مسلمان هستند. این حملات همچنین بیش از 1000 مجروح بر جای گذاشت. ما به عنوان اعراب و فلسطینیان شریف این اعمال جنایتکارانه را محکوم می کنیم و آن را ضد ارزش ها و اصول انسانی می شماریم و از شما خواهان این موارد هستیم. 1. لغو محاصره ظالمانه 35 ماهه از کمپ اشرف. 2. حمایت اتحادیه عرب از طرح پارلمان اروپا برای حل مسالمت‌آمیز بحران اشرف. 3. اقدام عاجل سازمان ملل متحد برای اجرای تعهداتش در مورد ساکنان اشرف و استقرار تیم نظارت دائم ملل متحد در اشرف. بنیاد کرامه، جمعیت اسلامی، نسل‌های پیشرفت، جمعیت زنان جوان، سندیکای مهندسین فلسطین، جمعیت نویسندگان. بنیاد فرهنگ، کانون حرفه و فن، جمعیت نجات حقوق، انجمن حمایت از حقوق فردی، مؤسسه از صداقه، جمعیت ریاهین. تشکیلات مهندسان فلسطین، تشکل سازمانی القدس، کانون اتحاد جبالیا، کانون اهل حق، جمعیت حقوق خانواده، مؤسسه الرحمه. خدمات بدون مرز، جمعیت فزه، انجمن فضیلت، جمعیت پیشرفت اجتماعی، جمعیت سازندگان زندگی، مرکز امارت میراث. جمعیت البرج، بنیاد ریموک، بنیاد ساحل، جمعیت خیریه اعمار، جمعیت از زیتونیه، داوطلبان کار. خیریه اعتزاز، جمعیت میراث، خیریه فلوجه، جوانان لاهیا، کانون جوانان هتین، جمعیت ناشنوایان فلسطین. انجمن حقوق کودک، بنیاد تبلیغ جوانان، بنیاد ورزشی نما، خیریه قرطبه، مؤسسه ورزشی آزادی، خیریه رحمت. امید یتیمان، تشکیلات اشاطی، جمعیت واعد، کانون بیت هانون، بنیاد ورزشی الجزیره، بنیاد ورزشی المجمع. دانشکده جوانان فلسطینی و جمعیت رشد و پیشرفت.